خیلی خوب. آقا یا الله، سلام علیکم. چیه این آنباکس کنم؟ استاد اونجاست. پشت ساعت ماست. او من برم اون همه دور. ای ای جلال خاله. جلال کاظم. چی شد؟ آها خیلی خوب. سلام. اینم از جینگولک بازی اول ویدیو. آقا امروز میخوایم آکیلس کوست 2 رو براتون آنباکس کنیم و این نگاهی هم به ویژگی‌هاش بندازیم و بگیم که آقا کلن این هدست واقعیت مجازی استند الون که این چی؟ یعنی این که بدون نیاز به پی سی کار میکنه چه ویژگی‌هایی داره، چطوریه؟ اینجا که نوشته فرام فیسبوک دیگه باید کم کم بشه فرام متا، چون همونجوری که میدونین فیسبوک اسمش رو عوض کرد به متا. جعبه بسیار جعبه کوچیکیه. آقا ما یه چیزی گرفتیم خیلی باحاله. همونجوری که میبینین این اندازه گیری است. ببین آفرین. 41.2 میلیمتر عرضشه. هیچ دیگه تمومه. خیلی خب. اینقدر من بچگی دوست داشتم این کارو. گفتم چی؟ میلیمتر. آه سانتی متر. ببخش راست می. چهل و یک و دو دهم میلیمتر. منظورم اون بود بعد گفتم. این ورم 12.5 سانته. حساب کنین دیگه 41 سانت در 12.5 سانت. حالا اینا حالا شوخیه، ولی کلا جعبه جمع جوری، جعبه کوچیکیه که حالا قبلا شما اگر تجربه استفاده از هدست های واقعیت مجازی دیگر داشتیم میدونستین هزار تا چیز میز خود وایو کل این میز بود، یه ساعت و نیم آنباکسش طول میکشید. حالا میریم ببینیم با همین چیا داره. خب همونجوری که جلوشو میبینین عکس خود هدسته و دوتا کنترلراش که توی باکس و توی جعبهش هست. این بالا لوگوی آکیلس رو میبینیم، نسخه که ما داریم 128 گیگابایته. توی خود جعبه هدسته، یه دونه کاور سیلیکونیه، دوتا کنترلر، دوتا باتری قلمیه، شارژرشه، یه دونه من چی اینو بگم، یه دونه بیل بیلک داره که برای کسایی که عینک دارن میذارن که یکم عمق بیشتر میکنه، و کابل شارژ. دقت کن کابل شارژ، با این کابل شارژ کار داریم. قبل از اینکه بریم این ور و زیر و بغلاش هم ببینیم، بگم که این هدست آکیلس کوست 2 رو فروشگاه هزار تو در اختیار ما قرار داده. فروشگاه هزار تو هم که احتمالاً دیگه میشناسینشون، یه فروشگاه خیلی باحالی ان که هم سایت دارن هم فروشگاه فیزیکی دارن. میتونین هر چی گیمینگ، چیزی گیمینگ میخواین ازشون بخرین، حتی بورد گیم هم دارن. خب بریم ادامه آکیلس ببینیم. آها قبل از اینکه بریم ادامه آکیلس ببینیم، سایتشون هم میبینین، این زیر میتونین، این زیر هر جا دیگه، من هیچ وقت نمیدونم کدوم زیره. من به ادیتورهای ویدیویی که رضا و کاوه اینجان قدرت میدم هر کار خود هر جا خواستم بذارمش. بس دیگه. بعد پشتش رو که ببینیم 6 تا از بازی‌های خیلی باحال آکیلس کوست 2 رو گذاشته که من به نظر خودم تجربه نکردم، ولی بیت سیور خیلی حال میده و این کلایمب هم خیلی بازی خوبیه. این همونجا که میبینین این پشت نوشته که content not included، یعنی هیچ کدوم از این بازی ها توی این نیستن. دیگه یه توضیحاتی راجع به کوست داده. بعد اینجا میگه که حتما اینترنت وایرلس میخواین و یه دونه حساب کاربری فیسبوک که بتونین اینو راه بندازین، یعنی اگه نداشته باشین نمیتونین عملا از این استفاده بکنید. یه دونه میگه گوشی هوشمندم نیاز دارین که اپلیکیشن آکیلس رو روش نصب کنین که مجانی هم هست، و اینجا هم زده برای سنین بالاتر از 13 سال. این پشتش هم دیدیم. کلا جعبه خیلی جعبه تر و تمیز و غیر شلوغیه. اینجا هم که یه سری توضیحاتی داده، یه اختارهایی داده و همین. بریم در اینجا انرژی وریفاید دیگه نمیدونم یعنی چی. بریم جعبه رو باز کنیم. آکیلس کوست 2. خب کاوره که در میاریم به خود جعبه میرسیم. به جعبه حالت کارتونی منو یاد جعبه استیم دک میندازه که اخیراً عکساش اومده. یه لوگوی خیلی خوشگله آکیلس که یک بیزی ساده است ببینیم وسط. بعد دیگه هیچی نداره و با هم دیگه میخوایم در به
جعبه رو باز کنیم. چرا دروغ گفتم؟ یه دونه خط کوچولو اینجا داره که احتمالاً نشون میده از اینجا باز کنیم مثلا. خیلی خب، باز میکنیم جعبه رو و همینطوری که میبینین همون چیزی که روی کاور بود، خود هدست، دو تا کنترلر که الان توی از تو دوربین بالا میبینین، حالا من به جلو هم نشون میدم که بتونین راحت تر ببینین، که میگه که آقا این کنترلر رو اول ور میداری، دکمه رو روشن میکنی، دو ثانیه نگه میداری و این هدست رو میذاری رو سرت. باشه، ما به اینا میرسیم، حالا دونه دونه در میاریم، یه نگاهی بهشون میندازیم، بعد میریم سراغ اول محتویات جعبه رو نگاه میکنیم، بعد میریم سراغ خود هدست، چون میخوایم یه سری صحبت هایی هم راجع بهش بکنیم. این کنترلر سمت چپ روش نوشته L اینجا، این کنترلر دست راسته که روش نوشته که R اینجا، قطعاً چه باحاله که پشت دسته، حالا با هم صحبت میکنیم راجبش. این خود هدست آکیلس کوست 2، اینو میذاریم اینجا، بقیهش رو در بیاریم. آکیلس کوست 2، این یک عدد جعبه، خیلی طراحی مینیماله، یعنی شما کمترین تعداد نوشته و کمترین چیز رو میبینین توی جعبه آکیلس. این هم همون چیزیه که برای بیل بیلک، برای عینکی ها از جمله من. البته من خدا رو شکر نزدیک و خوب میتونم ببینم، واسه همین تجربیاتی که با ولو و با گیر وی آر داشتم، ولو چیه؟ با وایف و گیر وی آر داشتم، عینکمو در میآوردم و مشکل نداشتم. ولی کسانی که عینکی هستن و نزدیک رو خوب نمیبینن میتونن از این استفاده بکنن و با عینک از هدست استفاده بکنن. خیلی خب، توی جعبه دیگه چیزی نداریم، ما اینا رو میذاریم کنار، ولی جعبهش خیلی باحاله، خیلی خوشگله. این جعبه ها، اون جعبه این جعبه خیلی باحاله، جنس خیلی باحالی هم داره. این از صداها میده. بریم توی جعبه رو ببینیم، یعنی اینا رو با هم ببینیم. بریم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. حالا یک آنباکسینگ و نگاه اولیه بود به آکیلس کوست 2. البته یه مدتی من دارم میخونم راجبش و اینها و اطلاعات کسب کنم برای آنباکسینگش. حالا بستگی داره بتونیم تا کی میتونه دستمون بمونه، اگر بشه و بتونیم اپلیکیشن هایی بر روش نصب کنیم یا اون تصویر تو رو بتونیم به شما نشون بدیم، خیلی باحال‌تر میشه. یادتون نره که این هدست رو فروشگاه 1000 تو در اختیار ما قرار داده، فروشگاهی که دیگه میشناسینش، مدتی هست که خیلی از آیتم هایی که توی آنباکسینگ میبینن بچهای 1000 تو برام میفرستن، که میتونین برین گیم بخرین، ازش کنسول بخرین، وسایل جانبی گیم بخرین، حتی بورد گیم هم میتونین بخرین، که آدرس سایتشون دیگه این دفعه یه کاری میکنم که همینجا بنویسین. جنلک در عقبه. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، اگر دوست داشتین که ویدیوهای بیشتری ببینین، ویدیوهای آنباکسینگ اینجوری ببینین، به ما بگین. یک مقداری ما سعیمون اینه که آیتم های متفاوتی رو بیاریم برای آنباکس، ولی خب همونجوری که خودتون در جریان هستین، یک مقداری دسترسی به اون آیتم ها سخته، نه برای ما اصلا کلا، چون حجیمن سخت ورودشون و سخته گیرو بودنش. به هر حال مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. یادتون نره مثل همیشه، اگه باز ویدیوهای ما خوشتون میاد و با ویدیو ما حال میکنین، کانال ما رو اگه تا حالا سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، دکمه لایک رو بزنین، برای دوستاتون بفرستین، خلاصه نوتیفیکیشن هم دوست داشتین بزنین دیگه. دمتون گرم. نظراتتون رو راجع به واقعیت مجازی آکلس کوست 2 و آینده ترسناکی که من بدبین متصورم، همون تو خیابون راه میری با یه دونه ان ردی پلیر 1، با ما به اشتراک بذارید. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی، خدافظ.